سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه این ویدیو یکم متفاوت هست تو این ویدیو میخوام یک ابزار رو بهتون معرفی بکنم در واقع اخیرا با یک ابزاری آشنا شدم با یک محیط توسعه مجتمع برای یادگیری عمیق که فکر کردم ویژگی های مناسبی داره ابزار مناسبی میتونه باشه و تصمیم گرفتم که در موردش یک ویدیو درست بکنم و این ابزار رو و ویژگی هایی که این ابزار داره و اینکه چطور میتونه به شما در فرایند توسعه یک اپلیکیشن یادگیری عمیق هم توی مرحله آموزش هم توی مرحله تست و هم توی مرحله دیپلویمنت میتونه بهتون کمک بکنه این رو باهاتون به اشتراک بذارم به نظرم ابزار بسیار مفید و مناسبی هست و مخصوصاً برای دوستانی که تازه توی این مسیر شروع میکنن میتونه خیلی کمکشون بکنه خب بریم این محیط توسعه مجتمع تورچ استودیو رو نصب بکنیم و ازش برای حل یک مسئله استفاده کنیم یک مجموعه داده رو انتخاب بکنیم یک مدل ایجاد بکنیم مدل رو ترین بکنیم و بعد ببینیم که این ابزار چه امکاناتی در اختیار ما قرار میده خب مرحله اول این هست که به این آدرس مراجعه بکنید برای دانلود و نصب این نرم افزار من لینک تورچ استودیو رو توی قسمت توضیحات قرار خواهم داد برای اینکه بتونید از اونجا به این آدرس برین و این مراحلی که من انجام میدم رو انجام بدید اولا این یک محیط توسعه مجتمع هست که همه امکانات لازم رو در اختیار شما قرار میده برای اینکه بتونید یک شبکه عصبی رو یک مدل یادگیری عمیق رو آموزش بدید تست بکنید و بعد استفاده بکنید همینطور از طریق ابزار شما میتونید به سرویس های ابری متداول وصل بشید و استفاده کنید یعنی میتونید مدلتون رو به صورت لوکال روی کامپیوتر خودتون به صورت محلی ترین بکنید و استفاده کنید یا اینکه از هر کدوم از این سرویس های ابری محبوب و متداول استفاده کنید مثل آمازون وب سرویس یا اجور یا گوگل کلاود علاوه بر این به شما امکان میده یک سری ویژوالایزیشن انجام بدید دیتاتون رو مجموعه داداتون رو ویژوالایز بکنید یا اینکه مدلتون رو ویژوالایز بکنید و لایه های مختلفی که توی مدلتون به کار رفته رو ببینید و حتی اینا رو از طریق کد تغییر بدید همینطور میتونید توی هین آموزش ببینید که به عنوان مثال مقدار لاس فانکشنیتون چقدر هست هم رو مجموعه آموزشی و هم رو مجموعه سنجی یا اینکه معیارهاتون رو در طول اجرا به صورت نمودار رسم بکنید و اینها رو زیر نظر داشته باشید مثل اینکه اکورسی تون روی مجموعه آموزشی و روی مجموعه اعتبارسنجی به چه شکل هست همونطور که گفتم این ابزار فقط یک گرافیکال یوزر اینترفیس نیست که فقط شما بتونید یه سری آپشن داشته باشید بتونید انتخاب بکنید و محدود به همون آپشن ها باشید بلکه برای قسمت های مختلف شما به کد ها هم دسترسی دارید و میتونید این کد ها رو خودتون تغییر بدید و هر جوری که خواستین متناسب با نیاز خودتون این ابزار رو استفاده بکنید بریم سراغ دانلود و نصب این ابزار من به قسمت دانلود میرم بسته به سیستم عاملی که دارید شما میتونید ویندوز، مک یا اوبونتو برای هر کدوم از اینها این ابزار رو دانلود و نصب بکد. چون من از ویندوز استفاده میکنم در واقع این لینک رو دانلود میکنم. دانلودش همونطور که خیلی سریع انجام میشه. بعد از دانلود من میرم سراغ نصبش. اول از من در واقع یک مسیر رو میخواد من همون مسیر پیش رو انتخاب میکنم. آیا میخواد یک دستاب شورکات بر من ایجاد بکنه یا نه من گزینه تیک رو میزنم و بعد ابزار رو نصب میکنم و اجراش میکنم خب بعد از اینکه اجرا کردم از من در واقع میخواد یک محیط پایتون رو نصب کنه یا اینکه اگر یک محیط پایتون از قبل دارم میتونم این رو انتخاب بکنم اگر محیط پایتونی از قبل دارید میتونید انتخابش بکنید یا اینکه نه اگر اولین بار هست میتونید نصب بکنید اینجا هم به شما این امکان رو میده اگر روی کامپیوتر محلیتون یک انویدیا جی پی دارید که کودا کامپتیبل هست و میخواید کد رو روی یک جی پی آموزش بدید میتونید این گزینه رو انتخاب بکنید یا انتخاب نکنید همونطور که میبینید وقتی گزینه رو انتخاب میکنیم اون حجمی که نیاز داریم بیشتر هست کتابخونه های بیشتری رو دانلود میکنه و نصب میکنه من بعد از انتخاب این لوکال انویدیا جی پی ساپورت گزینه اینستال رو میزنم و منتظر میشم که برای من کتاب هایی که مورد نیاز هست رو نصب بکنه خب همونطور که میدید روی مینی کندا اجرا میشه که مینی کندا یک نسخه کوچیکتر و فشرده تر از آناکوندا هست مجموعه از کتاب خونه ها هست که مورد نیازتون هست و استفاده میکنید مثل نامپای مثل پای تورچ مثل تورچ ویژن و تعداد زیاد بوده 40 50 تا کتابخونه رو برای شما دانلود میکنه و نصب میکنه چون نصب این یه مقدار طول میکشه من منتظر میشم نصب این تموم بشه و بعد دوباره برمیگردیم بعد از اینکه نصب شد حالا میریم سراغ ویژگی های ابزار و از این ابزار استفاده خواهیم کرد خب همونطور که این من این ابزار رو نصب کردم برای من نصب حدود 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشید حالا شما بسته به اینکه یک در واقع جی داشته باشید و بخواید نسخه سی رو نصب کنید یا نسخه جی پیو و سرعت اینترنتتون ممکنه این زمان کمتر یا بیشتر بشه خب من این محیط رو اجرا میکنم همونطور که میبینید توی صفحه اول قسمت دیتاست میتونم دیتا ست هم رو انتخاب کنم اون مجموعه که میخوام باهاش فرآیند آموزش رو انجام بدم دیتاستتون رو میتونید از دیتاست های مختلف انتخاب بکنید از دیتاست هایی که خود این ID در اختیارتون قرار میده یا از دیتاست هایی که توی کتابخونه تورچ ویژن در اختیارتون هست حالا من برای اینکه بتونیم خیلی سریع مراحل مختلف رو ببینیم دیتاست امنیس رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید اینجا میتونید یه سری از پارامترها رو تغییر بدین تو کدوم فولدر میخواید ذخیره بکنید اگر این دیتاست رو دانلود بکنید مجموعه آموزشی رو دارید در واقع دانلود میکنید یا مجموعه والیدیشن رو اگر این ترو باشه مجموعه آموزشی هست و اگر فالس باشه مجموعه والیدیشن هست آیا اصلا میخواید دانلود بکنید یا نه و اگر دانلود کردید تو کدوم مسیر این رو ذخیره کنید و اینکه چه تبدیلاتی میخواهید روی این دیتا انجام بدید هم روی ورودی ها که اینجا تصاویری هستن از ارقام دستنویس و همینطور روی خروج که اینجا لیبل هستن اعداد 0 تا 9 برای اینکه ارقام از 0 تا هستن همونطور که اینجا هیچ تبدیلی انجام نشده ولی من میتونم هر تبدیلی که بخوام مثلا تصاویرم رو ریسایز بکنم تصاویرم رو کراپ بکنم تصاویرم رو به صورت در واقع تصادفی فیلیپ بکنم حالا هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی به هر تبدیل دیگه ای که نیاز داشته باشیم من از این قسمت به کد هم دسترسی دارم و میتونم هر کد از این پارامترهایی که اینجا هست رو توی کدم تغییر بدم خب من همین تنظیمات پیش‌فرض رو انتخاب میکنم و این کلید لود رو میزنم برای اینکه این دیتا رو برای من لود بکنه اگر اولین بار باشه و این دیتاست روی حافظه لوکال شما وجود نداشته باشه براتون دانلودش میکنه خب بعد از اینکه این دیتا رو دانلود کردیم همونطور که میبینید من میتونم یه سری اطلاعات رو راجع به این دیتا ببینم مثلا 60 هزار تا مجموعه آموزشیم هست و 10 هزار نمونه توی مجموعه اعتبار سنجیم هست و نسبتشون 86 به 14 هست آیا میخوام داده هام رو تصادفی شافل بکنم بر بزنم یا نه میتونم این کار رو فقط برای مجموعه آموزشی انجام بدم یا برای کل داده ها من فقط برای مجموعه آموزشی انجام میدم این رو و اینکه ورودی و خروجی هم به چه شکل هست ورودی هم خب تنسور هست همه چیز توی پایتور میبینید که یک تصویر بیت مپ هست مثلا اینجا تصویر شماره 4 هست و لیبل رو میبینید این ورودی هست و این لیبل مربوط به این ورودی میتونیم سامپل های مختلف رو ببینیم سامپل شماره 1 رقم دستنویس 9 نو و لیبلش رو میبینیم همینطور میتونیم نمونه های دیگر رو هم ببینیم از اینجا میتونیم مجموعه آموزشی رو انتخاب کنیم یا مجموعه اعتبار سنجی رو خب حالا که من مجموعه آموزشی رو دارم میتونم این مجموعه رو تحلیلش بکنم به عنوان مثال ببینم که از هر کدوم از این کلاس ها چند تا داده دارم یعنی فراوانی این کلاس های مختلف رو ببینم اینجا همینطور که توی این پای چارت میبینید من ده تا کلاس دارم و تقریبا تعداد داده ها توی این کلاس ها تقریبا با هم مساوی است یعنی هر کدوم تقریبا ده درصد از کل داده ها رو تشکیل میدن خب این یه معنا هست که مجموعه آموزشی من یک مجموعه بالانس هست ممکن بود توی مسئله دیگه اینطور نباشه یعنی مثلا شما دو تا کلاس دارید داده های مربوط به یک کلاستون 90 درصد باشه و دادای مربوط به اون یکی کلاستون 10 درصد باشه خب اینجا میتونید یه همچین اطلاعاتی رو به به صورت ویژوال و با استفاده از این نمودارها درسی داشته باشید بعد از اینکه من مجموعه آموزشی این رو انتخاب کردم و روی این مجموعه آموزشی یه سری ویژوالایزیشن انجام دادم و یه سری تحلیل انجام دادم حالا میتونم مدل رو انتخاب بکنم اینجا کنار دیتاست شما میتونید این آیکون رو کلیک بکنید و از اینجا میتونید مدل های مختلف رو انتخاب بکنید میتونید از همین مدل هایی که هست استفاده بکنید یا اینکه از طریق کدشون مدل هاتون رو تغییر هم بدید همونطوری که می من میتونم مدل رو از کتابخونه های مختلف انتخاب بکنم و مدل های مختلفی رو هم میتونن از هر کتابخونه انتخاب بکنن من همین پیش برز رو انتخاب کردم اگه بخوام میتونم به کد هم دسترسی داشته باشم این در واقع همون مدل ما هست توی پایتورچ کلاسی مینویسیم که یک متد انیت داره که لایه ها رو تعریف میکنیم و متد فوروارد داره که مراحل فوروارد رو در واقع مشخص میکنیم یه پارامتر هم در اختیار ما قرار گذاشته که میتونیم این رو مقدارش رو انتخاب بکنیم آیا میخوایم از دراپ آوت استفاده بکنیم یا نه که به صورت پیش فرض این مقدار فالس است من همین مقدار پیش فرض رو انتخاب بکنم بعد از اینکه مدلم رو انتخاب کردم حالا یا مستقیم از همون مدلی که انتخاب کردم استفاده میکنم یا اگر بخوام میتونم اینجا توی کد این یک کد معمولی توی یک محیط آیدی دیگه هست میتونم هر لایه رو میخوام اضافه کنم کم بکنم و هر تغییری که بخوام انجام بدم و بعد مدل رو ایجاد بکنم خب بعد از اینکه مدل رو ایجاد کردم این مدل رو به صورت یک گراف محاسباتی به من نشون میده در واقع از ورودی تا خروجی چه لایه هایی دارم و چه محاسباتی روی این ورودی انجام میشه تا این ورودی به خروجی تبدیل بشه مثلا اینجا یه لایه کانولوشن دو بعدی دارم که یک تصویر یک در 28 در 28 رو میگیره اون یک به خاطر اینکه تصویر اون خاکستری هست یک کانال بیشتر نداره اگر تصویر اون رنگی بود ابعادش سه بود تعداد کانال همون سه بود و ابعاد تصاویر اونم توی مجموعه آموزشی 28 در 28 هست. اولین لایه کانولوشن دو بعدی رو میبینیم که تعداد فیچر مپ هاش 32 هست در واقع 32 تا کرنل مختلف داره اندازه این کرنل ها 3 در 3 هست و استرایدمون هم 1 و 1 هست یعنی هر بار که اون پنجره کرنل رو می‌خوایم حرکت بدیم چه در جهت افقی و چه در جهت عمودی به اندازه یک پیکسل این پنجره ما حرکت می‌کنه بعد از کانولوشن دو بعدی اون یک تابع فعالیت غیر خطی ریلیو رو داریم دوباره یک لایه کانولوشن و تابع ردو و همینطور که میبینید بعد از هر مرحله هم میبینید که اندازه ورودیتون یا اندازه این تنسورتون به چه شکل تغییر کرده و بعد یک ماکس پولین داریم که اندازه تنسورمون رو نصف میکنه با تعداد کرنل ها کاری نداره با بود اول اندازه طول و عرض تنسورمون رو نصف میکنه ماکس همونطور که میدید یک پنجره دو در دو رو در نظر بگیرید توش چهار تا عدد هست از بین این چهار تا مکسیموم رو انتخاب میکنه میره سراغ پنجره بعدی الی آخر این کار رو کل اون تنسور ورودی انجام میده و اینجوری اندازه تصویر اون کوچیکتر میشه بعد از این مرحله من فیچرها رو استخراج کردم از این تصویر ورودی فقط این فیچرها به شکل یک ماتریس سبودی هستن قبل از اینکه من بخوام از اینا استفاده کنم اول با یک لایه اینها رو به شکل یک آرایه یک بودی در میارم بعد از اینکه اینها رو یک بودی کردم همونطور که می‌بینید این فیچرها تعدادشون 9216 هست. و حالا میتونم از این فیچرها استفاده کنم با یکی دو تا لایه فولی کانکتد و بعد کار کلاس بندی رو انجام بدم به عنوان مثال اینجا اول یک لایه خطی داریم که 9216 ویژگی رو به 128 ویژگی تبدیل میکنه و بعد یک تابع غیر خطی داریم و در نهایت این 128 ویژگی رو با کمک یک لایه خطی تبدیلش میکنیم به 10 تا ویژگی علتش این است که ما 10 تا کلاس داریم برابری میخوایم مدل اون 10 تا خروجی بده در واقع این خروجی ها امتیاز هر کلاس هستند که اگر بخوایم میتونیم با ساف مکس این امتیاز ها رو تبدیل کنیم به احتمال به عنوان مثال همین الان که ما مدلمون رو ترین نکردیم میتونید ببینید برای این ورودی خروجی این مدل به این شکل است چون هنوز مدل آموزش داده نشده تقریبا احتمال همه این 10 تا کلاس برابر هست 10 تا کلاس داریم احتمال هر کدوم تقریبا ده درصد است بعد از اینکه فرایند آموزش رو انجام بدیم میبینید که این احتمال ها و این خروجی ها تغییر خواهد کرد خب من میتونم همونطور که گفتم اگر خواستم مدلم رو تغییر بدم یا مستقیما از همین مدل استفاده بکنم مرحله بعدی تنظیم هایپر پارامترها هست هایپر هایی که اینجا میتونیم تغییر بدیم لاس فانکشن اون هست خب من یک مسئله کلاس بندی چند کلاسی رو دارم حل می‌کنم پس همون کلاس آنتروپی رو استفاده می‌کنم. اون معیاری که می‌خوایم موقع فرایند آموزش به ما نشون بده من به عنوان مثال اکورسی رو انتخاب میکنم میتونم معیارهای دیگری رو انتخاب کنم مثل پریسیژن ریکال یا اف اسکور که ترکیبی از پریسیژن و ریکال هست هر کدوم رو بخوایم میتونیم انتخاب بکنیم میتونم اپتیمایزر رو انتخاب بکنم توی کتاب خونه پای تورچ همونطور که میدونید توی ماجول nn.optim شما به اپتیمایزر های مختلف دسترسی دارید میتونید از اپتیمایزر آدام استفاده بکنید میتونید از SGD استفاده کنید میتونید از RMS پراب استفاده کنید یا هر کدوم از اون به این سازها رو و اگر بخواید میتونید نرخ یادگیری رو در طول فرایند آموزش به تدریج کاهش بدید حالا اسکیجولر های مختلفی برای این کار باز دوباره توی پایتورش وجود داره که شما هر کدوم رو بخواید میتونید انتخاب بکنید در نهایت میتونم اندازه بچم رو مشخص کنم اندازه بچم رو با توجه به حجم حافظه ای که در اختیار دارم. انتخاب میکنم البته اندازه بچ سایز خیلی بزرگ هم خیلی مناسب نیست و بعد تعداد ایپوکا رو میتونم انتخاب کنم اگر بخوام میتونم در طول آموزش روی مجموعه آموزشی ترنینگ انجام بدم یعنی از هر ایپوک به ایپوک بعدی میتونم ترتیب داده های مجموعه آموزشی رو به صورت تصادفی تغییر بدم حالا اینجا من برای اینکه بتونم خیلی سریع این فرایند آموزش رو انجام بدم تعداد ایپوک ها رو چون صد تا خیلی زیاد هست من میذارم در واقع 3 ایپو. و بعد این گزینه شافل ترنینگ رو هم فعال میکنم این گزینه الی ای استاپینگ هم به این معنا هست که هر وقت این داره بیش برازش اتفاق میفته یا اوورفیت اتفاق میفته همونجا فرآیند آموزش صرف نظر از اینکه تعداد هیپوکار رو چقدر تنظیم کردیم همونجا فرآیند آموزش متوقف میشه خب میتونیم بعد از اینکه مقدار هایپر رو تنظیم کردیم با کلیک کردن این گزینه فرآیند آموزش رو شروع کنیم الان ایپوک شماره 0 هستیم چون من سه تا ایپوک انتخاب کردم ایپوک شماره 01 و دور انجام میده و بعد ببینیم بعد از هر ایپوک میتونیم ببینیم هم رو مجموعه آموزشی و هم رو مجموعه تار به ازای هر داده ای که اینجا انتخاب کنیم میتونیم ببینیم که شبکه‌مون چه پیش بینی انجام میده یعنی همینطور که داره فرایند آموزش انجام میشه میتونیم روی عملکرد آموزش نظارت داشته باشیم ببینیم آیا آموزش خوب هست یا خوب نیست و اگر خواستیم این آموزش رو متوقف بکنیم من هر جا که بخوام در طول فرایند آموزش میتونم فرایند آموزش رو متوقف بکنم حالا تو این مثال مثال ساده ای هست خیلی سریع میتونم روی سی پی آموزش رو انجام بدم ممکن بود یه مسئله بزرگتری داشتیم حجم داده خیلی بیشتر بود مدل اون خیلی بزرگتر بود و مثلا ساعت ها طول بکشه یا روزها طول بکشه هر جا بخوای میتونی فرایند آموزش رو متوقف بکنیم و بعد از همون جایی که متوقف کردیم این فرایند آموزش رو ادامه بدیم اینم یکی دیگه از های خوبی هست که این ابزار در اختیار ما قرار میده خب همونطور که ببینید بعد از یک ایپوک برای این داده چون خیلی واقعا داده مشخصی هم نیست تقریبا حدود 70 درصد حد زده که این عدد عدد یک هست و حدود 30 درصد حد زده که عدد 8 است البته فکر میکنه این عدد 4 هست میتونیم برای داده های دیگه رو هم پیش بینی رو ببینیم حالا اینا داده هایی که جزء مجموعه آموزشی هستن یعنی شبکه اینها رو دیده اینجا می‌بینید. برای این داده تقریبا 100 درصد مطمئن هست که این داده به کلاس 9 تعلق داره به همین شکل من میتونم روی مجموعه اعتبار هم ببینم که عملکرد شبکه تا اینجا به چه شکل است مثلا برای این نمونه اول دو هست همونطور که می‌بینید و اینجا هم میبینید که شبکه اون مقدار دو رو پیش بینی کرد یعنی تقریبا 100 درصد مطمئن هست که این داده به کلاس دوم تعلق داره میتونیم چند تا دیگر رو هم ببینیم و اینطوری مطمئن بشیم آیا شبکه اون بنزه کافی خوب هست عمل کرده شوی این مجموعه آموزشی یا نه حالا من منتظر میشم که این سه تا اجرا بشه همینطور که داره فرایند آموزش انجام میشه اینجا هم میتونیم در واقع نمودار لاس رو برای مجموعه آموزشی و مجموعه ببینیم این پایینم اون هامون رو که ما تو این مثال معیار اکورسی رو انتخاب کردیم که همونطور که می‌بینید اینجا بعد از یکی دو تا پول تقریبا به 100 درصد رسیده یعنی هم برای مجموعه آموزشی این نمودار قرمز و هم برای مجموعه اعتبار سنجی من میتونم زوم هم بکنم که اینو بهتر ببینم اینجا چون مثلا اون خیلی مسئله ساده ای هست خیلی سریع بعد از دو سه رسیده به حدود 99 درصد حالا تو این مثال این اتفاق افتاد ممکن بود توی مسئله دیگه مثلا ما برای مجموعه آموزشی ببینیم که خیلی خوب داره عمل میکنه که دقت خیلی بالا هست اما برای مجموعه اتهار سنجی دقت خیلی خوب نیست که اینجا میفهمیدیم در واقع اوورفیت اتفاق افتاده بیش برازش اتفاق افتاده که حالا میتونستیم مثلا از دیتا اگمنتیشن استفاده کنیم یا میتونستیم مثلا بریم تعداد داده های آموزشی رو بیشتر بکنیم یا مدلمون رو تغییر بدیم به هر حال روش های مختلفی هست که میتونیم در برخورد با بیش برازش انجام بدیم خب من اینجا آموزش رو انجام دادم همونطور که سه انجام شد میتونستم این رو روی سی انجام بدم یا روی جی اینجا چون مثال ساده ای بود من از CPU استفاده کردم و بعد از این میتونم برم توی این قسمت توی داشبورد و بعد مدل های مختلفی که آموزش دادم رو ببینم و این مدل ها رو با هم دیگه مقایسه بکنم اگر با تنسور بورد آشنا باشین اونجا هم این امکان رو شما دارید که مدل های مختلف یعنی هایپر های مختلف انتخاب بکنید با این هایپر پارامترهای های مختلف یا با مدل های مختلف معماری های مختلف مسئله تون رو حل بکنید و بعد این مدل ها رو با هم مقایسه کنید و در نهایت ببینید که کدوم مدل برای این مسئله مناسب تر است مثلا اینجا من فقط یک مدل داشتم برای این فقط میارم رو برای یک مدل دارم میبینم اگر مدل های مختلف داشتم اینجا همزمان اینا رو توی یک شک میتونستم با هم دیگه از نظر هم لاس فانکشن هم روی مجموعه آموزشی و روی مجموعه اعتبار سنجی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنم اینجا میبینید که مثلا والیدیشن لاس من حدود 400 هست و دقتم روی مجموعه اعتبار سنجی نزدیک به 99 درصد هست خب این مدل بنزه کافی خوب هست و نکته آخر این ابزار به ما این امکان رو میده که مدلی رو که ترن کردیم و آموزش دادیم رو به راحتی دیپلوی بکنیم و مثلا روی آمازون وب سرویس قرار بدیم روی گوگل کلاود قرار بدیم و از این مدلی که ترن کردیم توی یک پروداکشن سیستم توی یک اپلیکیشن دنیای واقعی به راحتی ازش استفاده کنیم خب همونطور که دیدید ما این ابزار رو نصب کردیم و باهاش یک مسئله رو حل کردیم مسئله امنیست رو شما میتونید حالا با خودتون این ابزار رو دانلود کنید نصب کنید و روی مجموعه آموزشی های مختلف با مدل های مختلف آزمایش انجام بدید و این فاز ترین و تست رو انجام بدید و در نهایت اگر دسترسی دارین به سرویس های ابری مثل گوگل کلاود یا Amazon Web سرویس میتونید مدلتون رو دپلوی بکنید و ازش استفاده کنید دیدید که این ابزار چقدر میتونه این فرایند آموزش تست و دپلو کردن رو برای ما ساده بکنه امیدوارم این ابزار ابزار مناسبی بوده باشه و توی پروژه از این ابزار استفاده کنید من توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم ابزارهای مفید دیگه ای که میتونه کمک بکنه به شما و این فرایند آموزش فرایند تست و فرایند کردن رو برای شما حتی ساده بکنه یا از نظر زمان زمان توسعه برنامهتون رو از لحظه شروع تا لحظه‌ای که یه مدل رو آموزش دارید و حالا توی سیستم دنیای واقعی توی یک محصول دنیای واقعی می‌خواد ازش استفاده کنید براتون آموزش بدیم خیلی ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودین براتون آرزوی موفقیت دارم